چه کسی برای اولین بار داستان زامبی ها رو گفت؟ شاید ما هیچ وقت نتونیم نام فردی که ایده مردگان متحرک برای اولین بار به ذهنش رسید رو بدونیم. ولی در اولین حماسه تاریخ بشریت، یعنی داستان گیلگمش، به زامبی ها اشاره شده. در این حماسه میبینیم ایشتار که خدای عشق و جنگه، یک دل نه صد دل عاشق گیلگمش میشه و میره بهش پیشنهاد ازدواج میده. گیلگمش با اینکه یک مرد زمینی هست، پیشنهاد این خدا رو رد میکنه. ایشتار عصبانی میشه و میره به پدرش میگه گاو نر آسمانی رو بده به من تا ببرم روی این گیلگمش رو کم کنم. ولی این ایشتار هم عجب خدایی بوده. از یه طرف خدای عشق و عامل محبت و عشق ورزی روی زمین، ولی به خودش جواب رد میدن. از اون طرف خدای جنگه، ولی به جای اینکه تیرکمونش رو برداره، میره از پدرش گاو آسمانی رو میخواد. پدرش هم که یه خدای مهربون بود و انسانها رو دوست داشته میگه نه. گاو آسمانی میاد روی زمین همه چی رو میخوره و مردم از گرسنگی میمیره. ایشتار هم میگه یا گاو نر رو میدی یا من طوری جیغ میزنم که مرده ها از گورهاشون بیان بیرون و بین زنده ها را برن. پدرش هم میبینه مسئله زامبی ها اصلا شوخی بردار نیست و اینطوری کلی انسان این وسط کشته میشن و همین خاطر گاو رو میده به دخترش. یعنی حضور زامبی ها رو تو 4000 سال پیش تو داستان هاشون میبینیم. آیا زامبی های اون دوران شبیه زامبی های توی فیلم ها و سریال های امروزی بودن؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید.